احترام ارز کردم قبلا احترام یعنی اساره یه نفرم دیگه بس همه نگیم اساره محبت بیشتر در باید صحبت بازم خواهم کرد احترام اساره محبت اگر ما کسی رو خیلی دوست داریم قلبا بهش احترام میذاریم لزومی نداره قوانینی باشه لزومی نداره به خاطر اینکه مدعی باشیم که اون شخص رو دوست داریم قلب ما اون احترام میذاره بهترین رو براش میخوایم بهترین موقعیت بهترین زمان رو براش آماده میکنیم پس بنابراین فروتنی در حضور خدا در کنار اینکه نیکوست ما رو در مسیر هدف خلقت قرار میده هرچند شاید خیلی موقعیت ها رو برای ما ایجاد میکنه که منطقی نیست نمیتوانیم با هیچ علمی با هیچ قانون انسانی روبرو کنیم اما دلیلی خواهد شد که در این فروتنی من دیگه نترسم. من نگران نباشم. من آزورد دل نباشم. من آروم باشم یه خورده. به هر آنچه که پیش میاد آروم باشم. نمیگم آنچه که پیش میاد میتونه خوب باشه. نه. میتونه بد باشه. ولی نهایت نیکویش اینه که من و تو رو قوی میکنه. باز فروتنتر میشیم. تا خدا کار کنه. تا شرایط از اونی که هست بدتر، نشه و مبادا نجات و رستگاریمون رو از دست بدیم به طور خاص ما که به مسیح ایمان آوردیم همین آمریکا هزاران دام برای من و تو داره که منو تو رو از نجات و رستگاری بدوزه بله داره خودتونم خوب میدین هممون هم خوب میدونید جزیره های زیبایی تو این دنیا هست هستی هیچ کدوم از جزیره ها نشه مبادا نجات و رستگاری تو از دست بدیم در کتاب تصنیه هشت دو الا سه اعلام میکنه که نویسندش موسا هست اعلام میکنه شما باید به یاد داشته باشید داره به قوم اسرائیل میگه که در سختی ها بودن در مشکلات قرار گرفتن که خداوند چگونه شما را در این چهل سال در بیابان هدایت کرد چرا که آواره بودن راهی رو که کمتر از چهل سال میتوانستن طی کنن و به کنعان برسن به اورشلیم برسن متاسفانه غرورشون اجازه نداد تفرقه که ایجاد کرد این گروه سرکشیشون اجازه نداد و اعلام میکنه و شما را بیازماید یعنی تو اون سختی ها من مشکلات خدا بند ببینه ما چجوری هستیم آمین که خدا آگاه هست اما از آنجایی که من و تو رو آزاد آفریده میدونستید که ما خدا رو سپرایز میکنیم یک دفعه پیدایه شیش شیش چرا باید خدا بگه من پشیمان شدم انسان را آفریدم چون این انسان خدا را سپرایز کرد تو بدی حداقل فکر کنم کلیسای قبلی یا همین کلیسا کمتر البته عیزانی اومدن قبل از تعمید به من قول دادن به کلیسا قول دادن به خداوند قول دادن کجا هستن؟ سپرایزیم دیگه سپرایز میشیم خود ماها لحظه فکر کنید چقدر به خدا قول دادید کدوم قلامون رو ایستادیم به کدوم قلامون وفادار بودیم پس ما خدا رو سپرایز کردیم ما به خدا قول دادیم ولی <applause> سپرایزش کردیم متاسفانه ادامه میده تا بداند در قلب شما چیست میخواد صداتون کنه سالها پیش تو عزیزیه من گفت بعد رسول خدام اهل پارتیه چون میخواست نمونه بیاره دیگه مثلا بگه چطور خدا اینقدر کمک موسا میکنه کمک یوسف میکنه کمک داوود پادشاه میکنه میخواست خودش بگه گفتم بله خدا اهل پارتیه گفت اه خدا اهل پارتیه گفتم ولی برای کسایی که تو دلشون برای خدا پارتی گرفتن بله نه هر کسی نه هر کسی که قول میده به خدا به وعده خودش نمیسته و دل خدا رو میشکنه و ادامه میده تا بدانند در قلب شما چیست آیا فرمانهای او را به جا می آورید یعنی اون پیشنهادات رو اون ضرورت ها را یا نه او شما را فروتن کرد پس تو سختی ها و مشکلات بهترین شرایطی هستش که من و شما در حضور خدا فروتن بشیم آروم بشیم بهش اعتماد کنیم و گرسنه گذاشت یعنی اجازه داد گرسنه بشید و بعد شما را با منا یعنی نان من تغذیه کرد که نه شما میشناختید و نه نیکان شما تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست به ازدواج نیست خیلی خوبه به بچه دار شدن نیست خیلی خوبه اینم برکت خداونده به درآمد و اقامت و اینا نیست همه اینا خوبه مهیا میشه به خاطر این آفریده نشدیم خدا جهان رو به ما داده نه این جهانی که درش هستیم ماورای این جهان رو داده تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه‌ای که خدا می‌فرماید مطابق متا چهار چهار مسیح هم اینو میگه انسان نه محض نان بلکه محض هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر میشه برای شخصی که با فروتنی پرستش میکنه خدمت میکنه رابطه داره با خدا و همین دلیلی خواهد شد که بتونه در موقعیت‌های پیروز و موفق خودش رو ببینه حتی تو سختی ها، اما پیروز خودش رو ببینه شاعر اعلام میکنه خداوندا خداوندا قرارم باش و یارم باش جهان تاریکی محض است نمیخوایم تو این قصه ها بریم اتفاقا خودتون رو بشورید این دو سال خیلی آسیب زده به جهان بدترین دورای افسردگی رو کره زمین داره به سر میبره یکی از بهترین مراکزی که پر از امید و شادمانی است خانه خدا هست. یکی دیگهش گوشه خونت هست که کلام خدا رو بخونی و دعا کنی به تو این برکت رو میده بقیه گفتار درمانیه حال تو خوب میکنه ولی تا ابد خوب نیست اینجا میتونه کمکت کنه خداوند خداوند قرارم باش و یارم باش جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش اون میخواد کنار من و تو باشه مشروطه برای اینکه ما کاملا تمرکز خودمون رو به اون بدیم نویسنده مزمور 116 این احساس رو داشت در حضور خداوند با فروتنی رفته بود و این درک رو داشت